به حضور علاقه مندان سود پلاس سلام عرض کردم. امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه های سود پلاس از یوتیوب در خدمتتون هستم. بسیار خوشحالم که میتونم یه برنامه دیگر رو با شما دوستان همراه تهیه کنیم و با هم گفتگو بکنیم. تشکر میکنم از همراهیتون در چنل سود پلاس در یوتیوب، اینستاگرام بنده، وبسایت فوتبالی ترین و صفحه سود در فیسبوک و در کل فضای مجازی که اتفاقات بسیار خوبی داره میفته. از این بابت بسیار خوشحالم. مطلبی که امروز میخوام باهاتون مطرح کنم و دربارش چند دقیقه صحبت بکنم، درباره ناکامی تیم فوتبال زیر 23 سال ایران با هدایت مهدی مهدوی‌ها در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ازبکستان که ناکام مطلق بود تیم ایران، تیمی که نزدیک به 5 دهه است به المپیک صعود نکرده با مربیان مختلف. ما از 1976 مونترال کانادا که در اونجا حضور داشت تیم ایران، 1980 مسکو هم که شرکت نکرد، 1984 لس آنجلس هم تحریم کرد ایران و در نهایت تا الان که حساب بکنم المپیک های مختلف تیم های فوتبال امید ایران نتونستن به المپیک صعود بکنن. واقعا یه تراژدی شده، یه اتفاق بسیار دردناکی در فوتبال ایران داره. نسل‌های متعددی اومدن و در این رده نابود شدن، رفتن تیم ایران در المپیک حضور نداشته. تا این دوره که مهدی مهدوی‌کیا اسطوره فوتبال ایران، اسطوره باشگاه هامبورگ، اومد و هدایت تیم فوتبال امید ایران رو بر عهده گرفت. بازیکنی که عضو تیم قرن هامبورگ، واقعا در هامبورگ اسطوره است، در تیم ملی فوتبال ایران اسطوره است، اسطوره بود و ستاره در پرسپولیس سالیان سال درخشید و یکی از ستارگان بی‌بدیل فوتبال ایران بود. در بوندسلیگا آلمان واقعا جایگاه خاصی داشت. مهدوی‌کیا در چند سال گذشته با آقای علی دوستی‌مر در تیم جوانان ایران بود. اون تیم جوانان، نوجوانان تو دو رده بودن که تیمشون حذف شد و قرار بود که در مربیگری دیگه نباشه، اما یه کار مثبت و یه کار ماندگار کرد در رده پایه نونهالان نوجوانان آکادمی کیا رو راه انداخت که بازیکنان از سن 9 سالگی 8 سالگی در اون آکادمی به همراه برادرش هادی و چندین نفر دیگه اونجا پرورش می‌دادن. در مسابقات مختلف رفتن در اروپا، اردوهای مختلف و اسپانسرهایی که حضور داشتن و باز جوانان خوبی از همین آکادمی اومد بیرون. در همین تیم امید ایران هم برخیشون حضور دارن و حتی به کشورهای لژیونر هم شدن، در دوستاشون در لیگ‌های اروپایی. اما نکته‌ای که مهمه اینه که آقای مهدی مهدوی‌کیا با فدراسیون آقای عزیزی خادم چرا کار کرد. توی برنامه‌های قبل هم، توی برنامه‌های صوت هم با کارشناسان محترم صحبت کردیم، اونها هم نظر داشتن که اصلا ماتو محبوطن که چرا مهدی مهدوی‌کیا که خودش به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخابی علی کریمی حضور داشت، سر از فدراسیون آقای عزیزی خادم در آورد. یعنی اون زمانی که آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال بود، صحبت که با مهدی مهدوی‌کیا و ایشون و هدایت تیم امید رو بر عهده گرفت با کمک‌های آلمانی و حضور مربیان ایرانی. نکته ای که بسیار مهمه اینه که مهدی مهدوی‌کیا در رقابت‌های فوتبال عرب کاپ که در قطر برگزار می‌شد، در پایانش تیم‌های پیشکسوتان ستاره‌های سابق فوتبال دنیا اومدن با هم بازی کردن در حضور آقای اینفانتینو و جالب بود توی اون تیمی که مهدوی‌کیا بازی می‌کرد، سرمربیش آقای آروانت اسرائیلی که قبلا هم آروان گرانت اسرائیلی که قبلا هم در چلسی سرمربیگری کرد، روی هدایت اون تیم بر عهده داشت و روی پیراهن اون تیم هم نقشه اکثر کشورهای دنیا بود، توی تیم پرچم اسرائیل هم بود. بعد از حضور مهدوی‌کیا جنجالی خبرگزاری فارس و رسانه‌های اصولگرا به راه انداختن که مهدوی‌کیا اصلا به چه جرأتی رفته تو اون مسابقه شرکت که نباید حضور پیدا می‌کرد و اصلا واقعا یه جنجال رسانه‌ای درست کردن که قبلی پرونده واسه مهدوی‌کیا درست کردن. همونجا خیلی اعلام کردن که مهدوی‌کیا اصلا باید
با این فدراسیون قطع همکاری کنه و استعفا بده و بره. یه مدتی هم در آلمان بود، اما نمیدونم چرا دوباره برگشت با این فدراسیون همکاری کرد. حالا بغیر از این فدراسیون، با اون جنجالا و اون اتفاقات تلخی که رسانه‌های مثل خبرگزاری فارس و تحسین به راه انداختن و یه جورایی میخواستن با آبروی مهدوی‌کیا بازی بکنن و اعلام کرد که ایشون باید بیاد از مردم ایران عذرخواهی بکنه، در حالی که ایشون کاری نکرده بود و در اون مسابقه که شرکت کرده مسابقه ورزشی بود و خیلی از بزرگان فوتبال دنیا بود، حتی بازیکنان کشور عربی هم بودن و تو همون تیم هم بودن و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاد. در نهایت مهدوی‌کیا بعد از مدتی برگشت به تیم امید. اردوهای بسیاری کنسل شد به خاطر که فدراسیون فوتبال نه رئیس داره نه صاحب داره، خب اسپانسر هم که ندارن، اردوی بی پول هم که اصلا اردو نیست، بعد چون اگه اردو میخوای برگزار کنی باید هزینه هاش پرداخت بشه، در حین اردو باید بازی تدارکاتی برگزار بشه که اصلا بازی تدارکاتی این تیم نداشت. و مهدوی‌کیا ادامه داد با این تیم، رفتن به بغداد بازی کردن، بازی دوستانه که توی بازیش باختن، توی بازی مسابقه یه بازی بردن یه بازی رو باختن. و اتفاق بعدی که در تاشکند ازبکستان افتاد این که تیم ایران در گروهی بود با میزبان مسابقات ترکمنستان و قطر، با تو با قطر مسابقه کرد، به ترکمنستان در این ناباوری باخت، اصلا یه نتیجه عجیب و غریب رقم خود. در بازی پایانی هم مقابل ازبکستان مسابقه کرد و در نهایت نتونست از گروه خودش صعود بکنه. این زنگ خطری که الان به صدا در اومده برای تیم امید ایران زنگ خطر بسیار حساسیه، چون این تیم اگه با این وضعیت بخواد بره به سرنوشت تیم‌های قبلی امید دچار میشه که نتونستن به المپیک صعود بکنن. و مهمتر از اونی که مهدوی‌کیا واقعا آبرو و حیثیتش رو برای این تیم گذاشته. خب خیلی از ستاره‌های فوتبال دنیا هستن که اومدن و اصلا یا در مربیگری اومدن دیدن موفق نمیشن رفتن حالا تو سیستم مدیریت ورزشی یا اجرای برنامه ورزشی یا اتفاقات دیگه رقم زدن و یه جوری اعتبار و آبروشون رو گره نزنن به مربیگری. خیلی مثلا مثل گری نکر هم انگلیسی که برنامه مشافده داره که برنامه فوق‌العاده و بیشترین درآمد تو بی بی سی رو گری نکر داره، یا خیلی از رودی فولر مثلا مدیر ورزشی بایر لورکوزن، یا خیلی از ستارگان فوتبال دنیا که در زمانی که بازی میکردن تو اوج بودن و یکی از ستاره های بیبدی بودن، اما دیدن که در مربیگری نمیتونن کاری داشته باشن و شاید اعتبارشون از دست بدن، اومدن و در جاهای دیگه کار کردن. خیلی از مربی بزرگ دنیا هم هستن که توی بحث بازیگری و فوتبالیشون بازیکن مشهوری نبودن، بازیکن معمولی بودن، اما تو مربیگری اومدن و خودشون نشون دادن. بازیکن محبوب و مشهور فوتبال هم هستن که اومدن و مربی خوب شدن، اما واقعا همشون اینطور نیست که بیان و در مربیگری. خیلی هاشون گفتن نیومدن چون میدونستن شاید نتونن موفق باشن. مهدی به نظر من مهدی مهدوی‌کیا میتونست مسیر رو انتخاب بکنه. خب در هامبورگ هم داشت کارش انجام میداد، در تیمای پایه های هامبورگ بود و روش هم حساب میکردن. اومد و اعتبار آبروش برای این فدراسیون گذاشت که اصلا فدراسیون ازش که آبرو نداره. یعنی خود مهدوی‌کیا تو تیم علی کریمی بود، اومد تو فدراسیونی که در مقابل علی کریم بود. یعنی من هنوز جوابمو نتونستم بگم، خیلی سوال دارن که چطور آقای مهدی مهدوی‌کیا اومد با فدراسیون آقای عزیزی خادم کار کرد، اعتبار آبروش رو گذاشت. یعنی سر همون قضیه عرب کاپ اومدن و با حیثیتش بازی کردن و نزدیک بود اصلا پرونده سازی واسش بکنن. چرا ادامه داد حضور در تیم امید؟ خود مهدوی‌کیا باید جواب بده. به نظر من یه قمار دو سر باختی رو مهدوی‌کیا ادامه داد. نمیدونم، حالا امیدوارم که حواسش جمع باشه، چون حالا در ادامه میخواد تو مقدماتی المپیک 2024 پاریس هم حاضر باشه و خودش گفته که میخوایم به برنامه‌مون که به المپیک صعود بکنه اوایوارم اتفاق بیفته. اما این چیزی که الان من دارم میبینم، این فدراسیون فوتبال بی در و پیکر و بی صاحبی که توی سال جام جهانی تیم ملی اون وضعیتشه، تیم امید که تکلیف مشخص هست، یعنی بازی تدارکاتی که ندارن، اردوهاشون مشخص است، پولی که نیستش، فدراسیونی که گفتم با سرپرست اداره میشه، سرپرست اصلا خودش مثلا از درجه اعتبار ساقطه. نمیدونم مهدوی‌کیا تا کی میخواد به این سیستم ادامه ده، با این روند بره جلو.
امیدوارم که بتونه موفق بشه، چون موفقیت مهدوی کیا میتونه یه نسل فوتبالی رو بره ببره به المپیک و در نهایت اون نسل بره و در جام های جهانی بعدی موفق باشه. اما اگر نتونه موفق بشه به المپیک صعود نکنه، به نظر من با اعتبار و اون پروفایل خودش یه جورایی بازی کرده و آبرو و اعتبار خودش رو زیر سوال برده. مهدوی کیا کم بازیکن نیست، گفتم در تیم ملی ایران اسطوره بوده، بیش از 178 تا بازی ملی داره، کاپیتان تیم ملی ایران بوده، دو تا جام جهانی رو تجربه کرده، گل به امریکا زده، در بوندسلیگا یکی از بازیکنانی که در تیم قرن هامبورگ گفتم حضور داره، در تماشاگران هامبورگ واقعا میپرستیدن مهدوی کیا رو، در هر کجا بوده موفق بوده، اما در عرصه مربیگری واقعیت کار موفق نبوده. میگم در تیم امید الان عیارش یه جورایی داره نمایان میشه و اگر میخواست کار بکنه باید با فدراسیون کار میکرد، که فدراسیون از اون بالا تا پایین که میخوایم نگاه بکنیم، از رئیس تا درجات پایین‌تر همشون باید مدیران درستی میبودن. اما این چیزی ما تو فدراسیون فوتبال واقعا نمیبینیم. مهدوی کیا باید حواسش رو جمع بکنه، اگر میخواد ادامه بده واقعا باید بره بشینه و از این مدیران تعهد بگیره، بره التزام بگیره و باهاشون مفصل صحبت بکنه. چون اگر، دوباره تاکید میکنم، اگر موفق نباشه و این تیم نره به المپیک، هم یه نسل فوتبالی نابود شده، هم خود مهدوی کیا مطمئنن دیگه دوران مربیگریش تمام خواهد شد، یعنی دوران فوتبالش نابود شده است. یه طرف دوران درجه که فوتبالی که بازی میکرد در عرصه مربیگری کاملا ناموفق. امیدوارم مهدوی کیا حواسش جمع باشه. خب یه اسطوره هم هست، باید تصمیمات درست بگیره در لحظات حساس. امیدوارم که این تصمیم درست رو بتونه بگیره و هر چقدر که بتونه موفق تر باشه همه خوشحالن، مردم ایران خوشحال میشه. امیدوارم که مهدوی کیا با این تیم بره به المپیک، اما باید منطقی فکر کنه و با یه فدراسیونی روبرو هست که گفتم به هیچ عنوان صاحب نداره این فدراسیون. مهدوی کیا اگه با این وضعیت میخواد بره جلو، مطمئنا ما به المپیک نمیریم. اگه قرار کار دیگه اتفاق بیفته، اگه میخواد بره جلو، باید گفتم بره تصمیمات درستی بگیره، بره با افراد صاحب نفوذ صحبت بکنه. غیر از این باشه مطمئنا ما به المپیک صعود نمیکنه و مهدوی کیا از همین الان پرونده مربیگریش بسته است و نمیدونم. امیدوارم که این اتفاق نیفته و تیم امید به ایران با مهدوی کیا بره به المپیک و مهدوی کیا بتونه در آینده موفق باشه. در غیر این صورت شرایط بدتری برای مهدوی کیا رخ میده. امیدوارم که این اتفاق نیفته. بینندگان، دوستان و همراهان سود پلاس، بسیار خوشحالم خدمتتون هستم. ما رو همراهی کنید در آدرسایی که خدمتتون عرض کردم. مطمئنا من و همکارانم همچنان به حضور شما دلگرمیم. شب و روز بر شما خوش.